درود به همه عزیزان. تقریبا میشه گفت که هممون توی زندگی روزمره اسم برق تکفاز و سفاز رو شنیدیم. اما واقعا تفاوت این دو برق در چیه؟ چرا بعضی ها میگن سفاز بهتره و چرا اکثر خونه ها تکفازن؟ و سوال مهمتر، کدوم نوع برق برای من و شما مناسب تره؟ امروز قراره خیلی ساده و کامل این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. قول میدم آخر این ویدیو کاملا تکلیف انتخاب برق مناسب برات مشخص بشه. اول از همه برق تکفاز واقعا چیه؟ در برق تکفاز ما فقط یک سیم فاز و یک سیم نول داریم. برق از طریق این موج سینوسی که دائما بالا و پایین میشه به وسایل خونه ما انرژی میده. حالا چرا تقریبا همه خونه ها تکفاز هستن؟ نصبش آسونه، هزینه اشتراکش کمتره، تابلو برق ساده تری میخواد و اکثر وسایل خونگی هم برای همین سیستم طراحی شدن. کلن برق تکفاز برای مصارف معمولی جوابگوه. اما این سیستم یک محدودیت هایی هم داره. محدودیت اصلی تکفاز ظرفیت کمشه. برق تکفاز معمولا حدود 5 تا 7 کیلووات به راحتی جواب میده. یعنی برای وسایل معمولی مثل یخچال، تلویزیون، جاروبرقی، ماشین لباسشویی یا یکی دو تا کولر گازی متوسط. ولی وقتی چند وسیله سنگین رو با هم روشن میکنیم چی؟ اینجاست که مشکلی پیش میاد و افت ولتاژ اتفاق میفته که نتیجهش میشه کم شدن نور لامپ‌ها، تضعیف عملکرد کولر و گاهی هم فشار روی سیم‌کشی. اگه خونمون مصرف بالایی داشته باشه، تکفاز خیلی سریع به حد نهایی خودش میرسه. اما برق سفاز چطور؟ اینجا داستان کاملا فرق میکنه. در برق سفاز ما سه موج سینوسی داریم که با اختلاف زاویه 120 درجه از هم قرار گرفتن. یعنی هیچ وقت انرژی به صفر نمیرسه و همیشه یکی از فازها در حال انتقال توانه. نتیجهش میشه توان خیلی بالاتر، پایداری بیشتر و افت ولتاژ کمتر، مناسب برای بارهای سنگین، راه اندازی موتورهای الکتریکی نرمتر و بدون لرزش، توزیع بار بسیار بهتر و مناسب برای کولرهای بزرگ، ساختمون‌هایی که آسانسور دارن یا خونه‌هایی که کارگاه خونگی دارن. به همین دلیل تقریباً تمام تجهیزات صنعتی با سفاز کار می‌کنه. اما سوال مهم، چرا همه خونه‌ها سفاز نیستن؟ خیلی‌ها فکر می‌کنن سفاز بهتره، پس همه بریم سفاز نصب کنیم. اما واقعیت اینه که سفاز هزینه بیشتری داره. حق انشاب برق سفاز بالاتره. تجهیزات حفاظتی سفاز هم گرون‌تره. تابلو برق تقریبا پیچیده تری داره، نصب و سیم کشیش هم نیاز به تخصص بیشتری داره و مهمتر از همه اینه که برای اکثر خونه ها اصلا لازم نیست. یعنی حدود 90% خونه ها با تکفاز کاملا بدون مشکل کار میکنن. حالا چه خونه هایی باید حتما برن سراغ سفاز؟ این بخش فوق العاده مهمه، چون مردم معمولا نمیدونن دقیقا کی نیاز به سفاز دارن. اگه یکی از این شرایط رو داری، سفاز انتخاب خیلی بهتریه. مورد اول، خونه های بزرگ یا ویلایی. مصرف برق در ویلاها معمولا بالا و پراکندگی وسایل هم زیاده. 2. اگه چند کولر گازی بزرگ داری، اگر 3 یا 4 کولر همزمان روشن باشن، تکفاز معمولا کم میاره. گزینه 3، وجود آسانسوره. آسانسورهای جدید اغلب سفاز هستن، چون موتورهای سفاز راندمان بالاتری دارن. مورد بعد، خونه‌هایی هست که کارگاه خونگی دارن. اگر یکی از این وسایل رو داری، احتمالاً تکفاز ممکنه اذیتت کنه. دستگاه جوش، کمپرسور هوا، اره‌های بزرگ نجاری، دستگاه‌های CNC، موتورهای صنعتی کوچیک. این وسایل هنگام شروع کار جریان اولیه خیلی زیادی می‌کشن و سفاز بهترین عملکرد رو براشون داره. حالا بعضی از خونه‌ها هستن در اونها برق ضعیف میشه. شاید شده باشه وقتی کولر، جاروبرقی یا پمپ آب رو همزمان با هم روشن می‌کنی، نورهای لامپ اتاق کم میشه، فن کولر ممکنه کند کار کنه و چند نشونه دیگه. این یعنی تکفاز در مرز ظرفیتشه. سفاز این مشکل رو تقریباً به صورت کامل حل می‌کنه. اما چند نکته تکمیلی و مهم. ولتاژ تکفاز در ایران 220 ولته. اختلاف ولتاژ بین دو فاز حدود 380 ولته. این عددها ثابت هستن و استانداردهای ملی هستن.
با توجه به نکاتی که خدمت شما عرض کردم، خیلی‌ها فکر می‌کنن سفاز باعث میشه که هزینه قبض برقشون بیشتر بشه، در حالی که مصرف تعیین کننده است نه نوع فاز. اگر مصرف یکسان باشه، قبض برق هم یکسان خواهد بود. چند نکته مهم ایمنی. سفاز نیاز به تجهیزات حفاظتی دقیق داره. کلیدهای مینیاتوری سپول، کلید محافظ، فیوزهای قوی‌تر و کابکشی اصولی‌تر. پس نصبش حتما باید توسط برقکارای ماهر انجام بشه. بریم سراغ یک جمع‌بندی کلی. اگه مصرف ما معمولیه و کولر زیادی نداریم، تکفاز کاملا کافیه. اما اگه مصرف بالاست، چند کولر همزمان قرار روشن بشن یا کارگاه کوچیکی داریم توی خونمون یا مدام نشانهای افت ولتاژ رو توی سیستم برقی خونه احساس میکنیم، سفاز انتخاب کاملا هوشمندانه و بهتریه. و مهمترین نکته اینه که صرفه‌جویی در مصرف برق وظیفه همه ماست، چون تولید برق تأثیر مستقیمی بر طبیعت و فرسایش جنگل‌ها میذاره. نباید فراموش کرد که زمین دست ما امانته و باید به بهترین شکل ممکن به دست نسل‌های بعد و سایر موجودات برسه. اگه از این ویدیو خوشت اومد و برات مفید بود، لطفاً لایک کن و کانال ما رو هم سابسکرایب کن که کلی انیمیشن‌های علمی در راه داریم. تا دیداری بعد، بدرود.